تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، کلمه به کلمه با قرآن یکمی آشنا بشیم. سوره حمد که شروع کردیم به این آیه رسیدیم: الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، خدایی که بخشنده و مهربان است. کلمه رحمان و رحیم ریشش از رحمه، منطور رحمان به معنای مبالغه و شدت در رحمت و گستردگی رحمته. از کاربرد این دو صفت رحمان و رحیم در قرآن استفاده میشه که رحمانیت درباره همه مخلوقاته، ولی رحیم بودن مربوط به انسان و موجودات مکلفه. کلمه رحیم را نسبت به انسان‌ها و مکلفین قرار دادن، اینا که تکلیفی دارن، ولی رحمانیت خدا نسبت به همه موجوداته، چه با عقل چه بی عقل. خب، الرحمن الرحیم، خداوند بخشنده و مهربانه. راجع به رحمت خدا چند تا حرف، چند سه چهار دقیقه با هم صحبت کن. اما رحمت خدا، خدا رحمت را بر خودش واجب کرده. در سوره انعام آیه 54 میخونیم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی خدا بر خودش واجب کرده که رحمت کنه. خداوند بر خودش واجب کرده که به مخلوقات، به انسانها رحم کنه. اصل آفرینش انسان بر اساس رحمته. قرآن آیه داریم میفرماد که الا ما رحم ربی، بعد میگه ولذالک خلقهم. رحم ربی، خداوند رحم میکنه، بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت اینا را آفرید. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بار بندگان جودی کنم. این شعر برخواسته از این آیه میتونه باشه که میگه رحم ربی، رحم پروردگار، بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت انسان ها را آفرید. رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء. در سوره اعراف آیه 356 داریم و رحمتی وسعت، پس رحمت چند تا اصل در رحمت: یک، خدا بر خودش رحمت را واجب کرده. دو، آفرینش بر اساس رحمت. سه، رحمت خدا گسترده است و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت خدا بر همه چیز گسترده است. پیغمبرش هم رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآنش هم رحمته. تو قرآن داریم که خود قرآن رحمته، پیغمبر رحمته، اون چه خدا بر خودش واجب کرده رحمته. رحمت خدا مقدم بر غضب خداست. حال نمونه های رحمتش نمونه هست. یکی این که اصل خود آفرینش یک رحمته. از مواد غذایی زمین گندم میسازه، رحمته. از گندم و برنج نطفه میسازه، رحمته. از نطفه یک انسان میسازه، رحمته. خود آفرینش، هر ذره ای، هر اتمی، هر سلولی، هر وجودی دلیل بر لطف و رحمت خداست. بعد همین که انسان ها توبه میکنن، توبهشون رو میپذیره، رحمته. میگه غیر از این که توبتون رو میپذیرم، دوستتون هم دارم. یحب التوابین، اصلا توبه کننده رو دوست داره، این یه رحمت. این که اظهر الجمیل، خوبی ها رو نشون میده، رحمت. و ستر القبیح، عیبا رو میپوشونه، رحمت. این که دعوت میکنه به توبه، میگه دعا کنید من مستجاب بکنم، رحمت. این که میگه اذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید منم یاد شما هستم، این رحمته. آخه ما یاد خدا باشیم چیزی گیر خدا نمیاد. یعنی ما همه خونامون رو به خورشید بسازیم، چیزی گیر خورشید نمیاد. حالا همه مردم خونهشون رو به خورشید بسازن یا پشت به خورشید، در خورشید اثری نداره. ما همه ستایش خدا بکنیم یا نکنیم، ان الله لغنیون عن العالمین، از خدا از همه هستی غنی است. ولی در این حال که او نیازی به ما نداره، میگه اذکرونی اذکرکم، یاد ما باشید یاد ما. این که ثواب ما را ده برابر مینویسه، این رحمته. اگر گناه کنیم یک گناه را یک گناه مینویسه، اما اگر ثواب انجام بدیم یک ثواب را ده تا مینویسه، این رحمته. این که گاهی وقتا سیئات را تبدیل به حسنه میکنه، رحمته.
آب زباله از این ور میره فرو، از کنار چند متری آب زلال میاد بیرون. خدای رحمته، نشانه های مظهر رحمت اینه که آب زباله میره زلال میاد بیرون. گناه ها یکی پا منویسه، کار ثواب رو 10 تا منویسه. رحمته این که مادر ما رو دوستمون داره، مهر مادر به این فرزندش یک رحمت الهی است. خداوند این مهر را در دل مادر قرار داده. همه نعمت هایی که ما داریم همش رحمت خداست. چشم ما، گوش ما، عقل ما، حافظه ما، هدایت ما، آمدن انبیا رحمت است، کتاب های آسمانی رحمته. اگر قانون آسمانی نبود انسان گرفتار قانون های بشری می شد، کمان که الان کشورهای زیاد شدن. هر روزی قانون ها تغییر پیدا می کنه. قانون ها از کیه؟ از آدمایی که دارای هوسن، غریزن، تحت تاثیر طوفان غرایز هستن. همین که قانون از طرف خداوند بوده، قانون خدا رحمته. حدیث داریم یه وجب بیاد رو به من، یه گام میام رو بهتون. طبیعی بیاد رو به من، با هیجان میام رو به شما. تمام نعمتهای ما رحمته. یه نوزاد وقتی به دنیا میاد مکیدن و بلده. خب این که خداوند در این نوزاد مکیدن قرار داده، این رحمت خداست. حالا اگر همین نعمت مکیدن رو ورداره، یه نوزاد روز اول چجوری تغذیه کنه؟ چی بخوره؟ شیر مادر رحمته. مکیدن، این که شیر مادر تو سینه مادر رحمته. این که شیر مادر نه سرد نه گرم رحمته. این که همه ویتامین هایی که و همه نیازهایی که طفل داره خدا تو شیر مادر جاسازی کرده رحمته. همین که اون نوزاد عقل ندارد، عقل نداشتنش رحمته. چون اگر نوزاد روز اول عقل میداشت، تا میدید لباس خودشو آلوده کرده کلی خجالت میکشید. عقل نداشتنم رحمته، مکیدنم رحمته. این که سینه مادر تو دهن بچه میره رحمته. این که بچه دندون نداره سینه مادر گاز بگیره رحمته. اصلا ما غرق در رحمته. این که فضای دور زمین به قدری قطوره که سنگای آسمانی رو مشتعل کنه، سنگا تو سر ما نخوره رحمته. حرکت زمین رحمته. فاصله ما با خورشید رحمته. چی رحمت نیست؟ آنی اگر خدا لطفش از ما برداره اسممونم فراموش میکنیم. الرحمن الرحیم. خب مربی باید با رحمت تربیت کنه، چون آیه قبلی بود الحمدلله رب العالمین، بعد از رب العالمین میگه الرحمن الرحیم. یعنی مربی باید با رحمت تربیت کنه، رحمت باید کنار تربیت بشه. مربی بدون رحم نمیتونه تربیت کنه، کمون که تعلیم هم باید رحمت باشه. قرآن میگه الرحمن علم القرآن، نمیگه الله الصمد علم القرآن، الحی القیوم علم القرآن، میگه الرحمن علم القرآن. یعنی اگر کسی میخواد معلم باشه باید با رحمت معلم باشه، با رحمت تعلیم، با رحمت تربیت. الرحمن علم، یعنی تعلیم باید همراه با رحمت باشه. رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی تربیت هم باید، هم تعلیم باید همراه با رحمت باشه، هم تربیت باید همراه با رحمت باشه. همین که خدا رحمان و رحیم است دلیل بر صفاتش ما نمیگیم الحمدلله. چرا حمد خداست؟ برای که الرحمن الرحیم، کسی که این همه رحمت داره ستایش باید بکنیم. الحمدلله از خدا ستایش کنیم. چرا ستایش میکنه از خدا؟ برای که سرچشمه رحمت است. خب این مقدار کافی است برای کلمه الرحمن الرحیم. بعد بریم سراغ مالک یوم الدین. فعلا تا اینجا خداحافظی کنیم و السلام علیکم و رحمت الله.